مردم افغانستان وارد دومین زمستانی میشوند که زیر سلطه سنی های تندروی طالبان قرار دارند. بدون شک این زمستان هم زمستانی سخت با تعم فقر و سرما و با مشکلات فراوان خواهد بود. همکارم مائده خاموش گزارش می دهد. همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما و زمستان، نگرانی های مردم افغانستان برای تهیه مواد سوخت و گرم کردن خانه هایشان افزایش می‌یابد. امسال اما به دلیل بحران اقتصادی و ناتوانی طالبان در مدیریت این بحران، نگرانی مردم بیش از هر زمان دیگر است. افغانستان به دلیل اقلیم خشک دارای زمستان سرد است و در بسیاری از مناطق آن هوا از اوایل فصل و حتی پیش از رسیدن فصل زمستان رو به سر شدن میگذارد نهادهای بین‌المللی مللی تا کنون بارها از رسیدن فصل زمستان سخت در افغانستان هشدار دادند و از کشورهای جهان خواستند که کمکهایشان را به موقع به افراد آسی پذیر برسانند. با توجه به اینکه هزاران خانواده به خصوصیه در بخشهای مختلف کشور توسط طالبان کوچ اجباری داده شدند، نگرانی درباره وضعیت آنها و کودکانشان در فصل سرما هر روز افزایش می‌یابد. علاوه بر این، با توجه به وضعیت جاری افغانستان، نگرانی ها درباره وضعیت زندگی مردم در فصل زمستان به دلیل عمده فقر و گرانی مواد سوخت افزایش یافته است. این در حالی است که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور هر روز رو به افزایش بوده. و بسیاری از خانواده ها اکنون توانه برآورده کردن نیازهای روزمرهشان را ندارند. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا چندی قبل اعلام کرد که 79 درصد از مردم افغانستان در زمستان پیش رو توانایی خرید مواد سوخت و گرم کردن خانه هایشان را ندارند. این نهاد همچنین هشدار داده بود که 56 درصد از خانواده ها در افغانستان توان خرید لباس گرم زمستانی برای فرزندانشان را ندارند سازمان ملل متحد پیشتر نیز اعلام کرده بود که فقر در افغانستان 97 درصد افسایش یافته است و 90 درصد از مردم غذای کافی برای خوردن ندارند آمارهای سازمان ملل از افسایش وحشتناک فقر در زیر سلطه ی طالبان خبر می‌دهد اما این گروه هیچ برنامه‌ای برای کاهش مشکلات مردم ندارند و تمام امید مردم به کمک های بشر دوستانی کشور های جهان است. کمک های تا کنون با مشکلات فراوان همراه بوده است و بسیاری از افراد نیازمند و مستحق به آن دسترسی نداشتند. ماید خاموش اخبار شیعه